دستاوردها شامل تانک چرخدار هست که قدرت، ضربت و تحرک بسیار بالایی رو برای یگان‌ها ایجاد میکنه. سلاح تکتیرانداز 23 میلیمتری هست که برای اولین بار هست که به جرات عرض میکنم در دنیا ساخته شده. ربات مسلح هست که میتوانه هم موشک‌های ضد بالگرد و هم کالیبر 12.7 و 7.62 رو هم بکنه که یک کار بسیار ارزنده هستش. و نفربر متحرک هستش که به نام فلاق نامگذاری شده که تحرک بسیار بالایی داره و هم حفاظت زرهی و هم توان بسیار بالایی رو برای یگان‌های ما ایجاد میکنه. همه این دستاوردها سبب شده که ما بتوانیم در حوزه رزم زمینی متناسب با فضا به شایستگی وارد بشیم. با توجه به ارتباطاتی که با صنعت دفاعی برقرار شده و ظرفیت‌های بالایی که در صنعت دفاعی وجود داره، به حمدالله این نمونه ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تولید انبوه میرسه و در اختیار یگان‌های نیروی زمینی و سایر یگان‌های نیروی مسلح انشاءالله قرار میگیره. من خدمت شما عرض کنم روی سامانه‌های دفاع پدافند هوایی، به حمدالله قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کارهای بسیار بزرگی رو انجام داده و حتی طرح باور 373 متناسب و منطبق با S300 هست که مراحل زیادیش هم طی شده. اما وجود این سلاح در مجموعه ارتش جمهوری اسلامی قطعا قابلیت پدافندی ارتش رو بالا خواهد بود و به ما این امکان رو میده که اهدافی رو که در ارتفاع بسیار بالا هم پرواز میکنن مورد حساب قرار بدیم.